سلام بچه ها. تو این ویدیو قرار هستش که راجع به زمان آینده ساده یا Simple Future Tense یکی از زمانهای بسیار پرکاربرد در گرامر زبان انگلیسی صحبت بکنیم خب به طور کلی میدونید که ما زمان حال گذشته و آینده را داریم که زمان آینده ساده یکی از ساختارهای بسیار پرکاربرد هستش که در گرامر در واقع در گفتگوی روزمره در جمله سازی خیلی کاربرد داره و جزء مباحث پایه هست و در عین حال مهم تا پایان این چند دقیقه همراه من باشید دوستان و اگر که این ویدیو رو دوست داشتید حتما حتما ممنون میشم که لایک کنید و برامون کامنت بذارید خب دوستان بریم شروع کنیم اولین چیزی که ما باید بدونیم تعریف زمان آینده ساده هست به عملی اشاره میکنه که در آینده صورت بگیره آینده ای که بدون تصمیم و برنامه ریزی قبلی باشه پس این نکته های زمیته که ما برای استفاده از ساختار ویل که بهش میگن آینده ساده تصمیم و برنامه ریزی از قبل گرفته نشده و از ساختار ویل وقتی ما استفاده میکنیم بعد شکل ساده فل میاد یعنی قبلش مستر تو نمیاد و مخفف یا کانترکشن کلمه ویل میشه اپستروفی دابل ال خب ساختار جملات مثبت زمان آینده ساده به شکل زیر هست اول سبجک یا فایلمون میاد بعد فعل کمکی یا آگزیلاری ورب ویل میاد بعدش شکل ساده فعل میاد یعنی نه شکل گذشته و نه شکل پس بعدش خب مفعول میاد قید حالت که میدونید الوای میگیره قید مکان که خب اشاره به مکان میکنه و در نهایت قید زمان در جمله میاد پس ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله به شکل زیر هست دوستان خب به این دوتا مثال دقت کنید They will save nature in the future They will save nature in the future آنها طبیعت را در آینده نجات خواهند داد خب دی در نقش فائل ویل فعل کمکی بعدش ببینید شکل ساده فعل اومده و مستر تو قبلش نیومده و هیچ پسوندی هم بهش اضافه نشده مثال بعدی He will travel to Europe soon او به زودی به اروپا سفر خواهد کرد خب بچه قید های زمانی که در این دو جمله ما میبینیم یکی in the future هست یعنی در آینده و یکی کلمه سون هست یعنی به زودی شیوه سالی کردن زمان حال در وقع آینده ساده خیلی ساده است ببینید دوستان با توجه به این که این زمان خودش فعل کمکی رو داره بنابراین برای یه سال ساختنش کافی هستش که از فعل کمکیش کمک بگیریم پس فعل کمکی ویل رو میبریم قبل از فاعل قرارش میدیم پس برای سال کردن زمان آینده ساده فعل کمکی ویل رو به ابتدای جمله منتقل میکنیم و واسه منفی کردنش هم کافیه که به فعل کمکی ویل قید منفی ساز نات رو اضافه کنیم که مخففش دوستان همونطور که میبینید میشه won't که خیلی مهمه مثال Will Ali save his money to buy a new book? آیا علی پولش رو برای خرید یک کتاب جدید پس انداز خواهد کرد؟ Will Ali save his money to buy a new book? مثال بعدی رضا will not که مخففش میشه won't have any exam tomorrow رضا فردا امتحان نخواهد داشت خب در جمله اول قید زمان آینده رو نداریم اما در جمله دوم میبینیم که قید زمانی tomorrow رو استفاده کرده ای به معنای فردا پس بچه و ها مشخصه های زمان آینده ساده در تست ها یا در جملات اینها هستند. یعنی از روی اینا شما میتونی متوجه بشی که جمله آینده هست یکی کلمه در واقع will و وونت هستش یکی کلمه سون به معنای بزودی یکی لیدر هست یعنی بعدن یکی قید زمانی آینده تومارو معنی فردا یکی خود کلمه فیوچر هست وقتی میگیم این the فیوچر یعنی در آینده و یکی هم استفاده از کلمه نکس هست با قیدهای زمانی مثل نکس ویک next مانث نکس next next year و به این شک شما میتونید متوجه بشید که اون جمله آینده هستش و ما بچه ها میخواییم ساختار بیگوین تو رو بررسی کنیم یکی دیگه از ساختارهایی که به آینده اشاره میکنه ساختار بیگوین تو هست که برای در واقع کارهایی استفاده میشه که شما قصد انجامش رو داری با برنامه ریزی و تصمیم قبلی ما برای ساختار ویل گفتیم از قبل برنامه ریزی نکردیم و در واقع تصمیم از قبل نگرفتیم براتون یه مثال میزنم که تفاوت این دوتا ساختار جا بیفته ببینید تصور کنید که در منزل نشستید و تلفن زنگ میزنه و یکی از اعضای خانواده میگه که I'll get it یعنی اینکه من جواب خواهم داد اینجا میشه تصمیم لحظه ای. ولی تصور کنید که در یک زمین والیبال هستید و یکی از در واقع اعضای تیم فرض کنید تیم مقابل اسپک میزنه و یکی از اعضای تیم میگه که آیل گریت یعنی که من میگیرمش پس اینجا زمان در واقع چی هست زمان آینده ساده بدون برنامه ریزی قبلی هست اما ساختار بیگوین تو زمانی هستش که از قبل برنامه شده فرض کنید شما تصمیم میگیری این در تابستان چکار کنی به یک مسافرت بری میگی که I'm going to travel this summer. یعنی امسال تا به سون قصد دارم که به مسافرت برم. پس بچه ها ساختار be تو قصد به معنی قصد داشتن برای حالاتی استفاده میشه که شما برنامه ریزی و تصمیم از قبل گرفته باشی و خود بی هم امویز آر هستش که جایگزین ویل میشه حالت در واقع ساختاریش به این صورت هست که فایل به اضافه فعل کمکی am, ایز آر بسته به نوع فایل که اگه مفرد باشه جمع باشه خب زمار فایلی تغییر میکنه گو این به منی قصد داشتن که میاد و بعدشم هم بچه شکل ساده فعل میاد یعنی مثل زمان آینده ساده شکل اول فعل میاد و بعدشم هم مفعول و قید حالت و مکان و زمان میاد و جمله رو تکمیل میکنه به این دوتا مثال دقت کنید My parents have enough money میگه والدین من پول کافی دارن They are going to buy a big house in Yazd next month میگه اونها قصد دارن یک خانه بزرگ بخرن در یزد ماه آینده خب کلمه بای فعل جمله است که ساده اومده و ساختار بیگوینتو رو اینجا مشاهده میکنید که آر اومده بخواد اینکه فایل ما دی هست یعنی آنها مثال بعدی گفته When I see you this afternoon میگه وقتی من امروز بعد از ظهر تو رو دیدم I'm going to show you my new car میگه when I see وقتی ببینمت قصد دارم که ماشین جدیدم بهت نشون بدم شو به معنای نشان دادن معنی میده و چهاب خب نکته دوم برای بیان پیشبینی عملی در آینده که نشانه های وقوع آن در زمان حال وجود داشته باشه یعنی دلیل و مدرک واسش وجود داشته باشه باز هم از این ساختار استفاده میشه به عنوان مثال There are a lot of dark clouds in the sky میگه که در آسمان ابرهای تیره خیلی زیادی وجود دارند. It is going to rain. یعنی هوا قراره که بارونی بشه. به بارتی میخواد که بارون بباره. It is going to rain. پس اینجا دلیل و مدرک چیه؟ ابرهای فرض کنید استراتوس یا کومولوس هستن در آسمان که اون شخص بر اساس اونها میگه که خب هوا قراره بارونی بشه. و اما نکته سوم فعل بی با توجه به فایل جمله همونطور که خدمتون جلوترم گفتم امویزار تبدیل میشه و برای سوالی کردن کافی هستش که فعل کمکی امویزار رو قبل از فاعل به ابتدای جمله منتقل کنیم و برای منفی کردن هم قید منفی ساز نات رو بهش اضافه کنیم مثال رامان is going to study میگه که رامان قصد داره فردا مطالعه کنه is رامان going to study tomorrow حالت سآلی شه. آیا رامان قصد داره که فردا مطالعه کنه؟ حالت منفیش رامان isn't going to study tomorrow رامان قصد نداره که فردا مطالعه بکنه و اما بچه ها چند تا تست ساده واسه دستگرمی با هم انجام بدیم نمبر وان A. When does your father arrive? میگه که کی قرار در واقع پدرت میرسه. arrive یعنی رسیدن کی پدرت میرسه در پاسخ بی میگه که he's going ببینید خودش از ساختار going استفاده کرده میگه که او قصد داره که امروز بعد از ظهر برسه he's going to arrive پس گزینه C پاسخ سعی هستش he's going to arrive in the afternoon number two the man cannot or can't see where he is going میگه که اون شخص نمیبینه که داره کجا میره هی جای خالی into the hole He will fall ببینید احتمال وجود داره که اون شخص در واقع به داخل گودال بیفته یا اینکه بگیم بر اساس دلیل و مدرک ببینید شماره دو بر اساس دلیل و مدرک که چون میگیم شخص کوره نمیبینه یا اینکه مثلا تاریک هوا نمیبینه احتمال افتادنش تو چاله زیاده پس گفتیم بر اساس دلیل و مدرک اگه باشه از ساختار بی گوین تو استفاده میکنیم پس سی رد رد میکنیم از ساختار دی قسمت دی رو علامت میزنیم گزینه دی میشه یعنی he is going to fall into the hole او احتمالا میگه در واقع به داخل چاله یا گودال خواهد افتاد. Number three. Her situation is getting worse. میگه موقعیتش داره بدتر میشه. The doctors think that she در واقع جای خالی die. خب میگه دکتر پزشکان فکر میکنن که او خواهد مرد. She's going to die. خب اینجا هم با توجه به اینکه میگه موقعیتش داره بدتر میشه پزشکان حدس میزنن که او در واقع بمیره. The doctors think that she is going to die. او قصد داره که بمیره یا به عبارتی احتمال مردنش هست. خب دوستان به این ترتیب میرسیم به پایان این درس. ما در جلسه آینده در ویدیو بعدی قرار هستش که به کاربردها ها و تفاوت دقیق بین دو ساختار ویل و به گوین تو بپردازیم. اون ویدیو رو حتما حتما در واقع بعد از انتشار حتما ببینید و به تستاش هم جواب بدیم موفق و باشید میبینم اتون.